به نام خدا. سلام، محسن آهنی هستم، مربی کیک بوکسینگ و بوکس. با یه سری مجموعه های آموزشی گام به گام کیک بوکسینگ و بوکس من خدمتتون هستم. لطفاً اگر دوستانی دارید که علاقه من هستن به این رشته جذاب، بهشون اطلاع بدین و دنبال کنید این ویدیو رو. من خواهشم اینه که لطفاً اگر کسانی که علاقه دارن و دوست دارن کار بکنن، هر جلسه رو با من همراه باشن، یعنی اینکه نشینن فقط ببینن. اگر کسی میخواد سریعتر پیش بره، بلندشه با من همراه باشه، تکنیک ها رو تمرین بکنه و دقیقاً مثل مشق شب که معلم به شاگردش میگه آقا بیشتر این املا رو بنویس یا این کلمه رو چندین بار تکرار کن تا جلسه بعد، مطمئناً اگر که کار بکنید نتیجه خواهید گرفت. شاید کسی بگه باشگاه نیست، تجهیزات نیست، امکانش نیست، ولی باور کنید اگر کسی بخواد و علاقه داشته باشه، حالا نمیگیم در بعد قهرمانی، ولی برای تمرین ساده، برای سلامتیتون، برای بهتر شدن، برای قوی شدن و برای خودتون، روحیه خودتون شدنی هست که بخواید کار بکنید. شما فکرشو بکنید، پیاده‌روی برای سلامتی بسیار بسیار عالیه. حالا یه سری میگن که خب کیک بوکسینگ برای سن من خوب نیست، یا سن من بالاست، یا سن من پایینه، یا من خانم هستم، یا من آقا، فرقی نمی‌کنه. اگر شما بخواید میتونید کار بکنید و پیش برید، فقط مشروط بر این که با تمرینات دقیقاً دنبال کنید و تکرار بکنید. شما کار میکنید کیک بوکسینگ رو برای سلامتیتون، برای قوی شدن روحتون، برای قوی شدن جسمتون و کاهش وزن. رشته جذابه، ضمن اینکه یک رشته دفاعی هم یاد میگیرید، یه هنر دفاعی رو دارید تمرین میکنید، کار میکنید با من. بله سخته، قهرمان شدن سخته، اسطوره شدن سخته. اسطورهایی مثل مایک تایسون، مثل محمد علی کلی، مثل جاشوا، مثل هالیفیلد و خیلی دیگه، قهرمانه بسیار زیادی داریم. قوی شدن سخته، قوی شدن در راه قهرمانی بسیار سخته، آسیبای خودشو داره، ولی شما هدفتون سلامتیه. پس کیک بوکسینگ، اون دیدی که عوام دارن تا اسم بوکس میشنون، تا اسم کیک بوکسینگ میگن نه نرو، سر صورتت آسیب میبینه، میزنن ناکارت میکنن، داغونت میکنن، نه، شما داری کار میکنی، میخوای ورزش بکنی برای خودت، برای سلامتیت. وقتی بحث سلامتی باشه نه مشکل پیش نمیاد، مگر اینکه حرکات درست یاد نگیری، آسیب بزنی به خودت، دامن حرکتی اشتباهی حالا بهت یاد بدن یا یاد بگیری. اگر که گوش بکنید مطمئنا خیلی خوب میتونید پیش برید. پس با من همراه باشید. من خیلی ساده توضیح بدم، یه توضیح در مورد کیک بوکسینگ، چون خیلی شاید ندونن. کیک بوکسینگ تلفیقی هست از ورزش بوکس و کاراته. فکر کن یه بوکسور داخل رینگ داره مبارزه میکنه، همزمان از دستهاش استفاده میکنه، از ضربات پاش هم استفاده میکنه. خیلی جذابیت این رشته رو میبره بالا. و اینکه اون کسایی که کار میکنن اگر دقت بکنید بهشون، تمام تکنیک ها ضربات دست و پا روی محور میانی، روی کور، عضلات ناحیه کور یا همون هسته میانی بدن، محور میانی بدن کار میشه. عضلات شکمی، پهلویی، عضلات پیله، عضلات سورینی و پاها. پس بنابراین برای کسانی که حتی دوست دارن لاغر بشن، توده چربی شکمشون رو کم بکنن، کاهش وزن داشته باشن هم خوبه. گارد من توضیح بدم خدمتتون که بریم شروع بکنیم به کار کردن. لطفا اگر پای این ویدیو نشستین، دارید میبینید و علاقه دارید که یاد بگیرید، بلند شید با من همراه بشید. دقیقاً کارهایی که من انجام میدم شما هم انجام بدید. 5 جلسه با من تمرین بکنید. 5 جلسه تمرین بکنید. همون کارهایی که میگم انجام بدید. مشقاتون رو بنویسین، گوش کنید، تکرار کنید. همینه که دارم باهاتون کار میکنم، تکرار بکنید. اگر دیدید یاد نگرفتید، اون موقع دیگه نبینید این ویدیو رو. من میخوام در مورد گارد توضیح بدم. ما میستیم حالت گارد. گارد چیه؟ گارد یعنی محافظت، یعنی حفاظت. ما محافظت میکنیم از سر، صورت، شکم، دنده هامون.
پس بنابراین گاردمون رو باید خیلی خوب بگیره. رزمکارا، بوکسرها، کیک بوکسرها رو باید دیده باشین فیلم‌های آموزشیشون رو. گارد فیلم‌های آموزشی ببخشید، فیلم‌های مسابقه دارن کار می‌کنن. باید گاردشون بالا باشه. گاردشون پایین باشه ممکنه ضربه بخورن، آسیب ببینن و نتونن کار بکنن. پس بنابراین گارد بالا بسیار بسیار مهمه. سه انگشت می‌چسبونی به هم. از پهلو من انجام میدم که ببینید با من. چونتون رو نزدیک میکنید به جناق سینه. چرا؟ چون میخوام من فک تحتانی ما پوشش بدم. پس سرم پایینه، موشها روی گونه ها و ساعدها جمع، بازوها، دنده ها رو پوشش میده جمع. و یه مقدار خودمون رو خم میکنیم به جلو و دیدمون به حریفه، یعنی با همون حالتی که سر من خمیده هستش. از روبرو نگاه بکنید، مشت ها جمع، سر من خمیده، مشت ها روی گونه ها، بازوها و ساعد ها دنده ها رو پوشش میده و حالت خمیده من دارم. این حالت گارد من میشه. ضمن اینکه دقت بکنید ساعد ها موازی باشه، مثل 11 موازی هم باشه. و دوستانی که راست دست هستن، دست راست و پای راستشون عقبه، دست چپ پای چپشون جلوه. پس چی؟ اونهایی که راست دست هستن، دست راست پای راستشون عقب. دوستانی که چپ دست هستن گاردشون مخالفه، یعنی دست چپ و پای چپشون میاد عقب، دست راست و پای راستشون جلو هست. بهم میگن چپ گارد. درست شد تا اینجا؟ خیلی. پس من یک بار دیگه گارد انجام میدم. پنجه‌ها دست‌ها گره کرده، شست‌ها میاد روی پنجه‌ها، سر من خمیده، مشت روی گونه‌ها، ساعدها و بازوها دنده‌ها رو پوشش میده و یه مقدار خمیده. راست دست‌ها شونه راستشون متمایل به عقب هست و شونه چپشون جلو. چپ دست‌ها هم بالعکس. کسی این حالت نیسته. شونه چپ عقب‌تر، دست راست جلوتر. بعد از حالت دست‌ها میریم سراغ پاها. پا رو کنار هم نگه می‌داریم. پا رو جفت کنار هم قرار بدید. پای راست پنجه رو بلند می‌کنیم. 90 درجه به سمت راست پا رو می‌ذاریم زمین. پاشنه پا بلند میشه. 90 درجه به سمت راست پای راست به اندازه یک مش میره به عقب، به اندازه یک مش میاد به سمت راست. بعد پای راست رو زاویه 45 درجه انجام بدید. یک بار دیگه انجام بدید با من. پای راست بالا، 90 درجه به سمت بیرون، پاشنه رو بلند میکنی، 90 درجه به سمت بیرون، پای راست به اندازه یک مش میره به عقب، به اندازه یک مش میاد به سمت راست و زاویه پا 45 درجه. حالا این حالت آموزشی بود که بهتون گفتم، چقدر هم میتونید تمرینش بکنید. حالت ساده ترش رو براتون بگم. این حالت که من ایستادم، به این میگن طول پا. درست شد؟ پس طول پا رو میتونی زیاد یا کمش بکنی. این حالت میشه عرض پا. این هم همینطور، میتونی زیاد یا کمش بکنی. عرض پا و طول پا حدوداً به اندازه عرض شانه‌هاتون باشه. یعنی چی؟ من ایستادم، پای راست من میاد عقب به اندازه عرض شانه و میره به سمت راست به اندازه عرض شانه. این حالت رو حفظ بکنید و تمرینش بکنید. حالا میایم مرحله بعد، مرحله حرکت کردن در چهار جهت. شما تصور کنید توی سالن هستید. سالن یا مستطیلی شکلن اصولاً یا مربعی شکل. من وقتی که میخوام حرکت بکنم به سمت جلو، به سمت عقب، به سمت راست یا به سمت چپ، شما تو سالن که ایستادین روبروی هر ضلعی بایستین. مثلا من اینجا ایستادم، روبروم یک دیوار هست. من هر جهتی وقتی میخوام برم به سمت جلو، اون پایی که اول هست نسبت به اون دیوار، اون پا حرکت میکنه، پای بعدی همسطحش کشیده میشه. دیوار پشتی من، من میخوام برم عقب، اون پایی که نزدیکتره به دیوار، یعنی پای عقب من حرکت میکنه، پای بعدی کشیده میشه به همون نسبت. دوباره این حالت میستم، یک دیوار سمت راست من هست و یک دیوار به سمت چپ. میخوام برم سمت راست، پایی که اوله گام برمیداره، پای بعدی به همون نسبت. به سمت چپ، پای چپ من گام برمیداره، پای راست من به همون نسبت جمع میشه.
پس چی شد؟ چهار جهت. چهار جهت که میخوایم حرکت کنیم، هر جهتی که میخوایم حرکت بکنیم همون پا گام برمیداره، پای بعدی کشیده میشه به همون سمت، به سمت جلو، به سمت عقب، به سمت راست و به سمت چپ. دلیلش چیه؟ شاید سوال باشه که چرا اول من میخوام برم جلو پای چپ همون میذارم یا میخوام بیام عقب اول باید پای راست همون بذارم، چرا پای چپ همون نمیذارم؟ توضیح میدم خدمت. فکر کنید من دارم مبارزه میکنم با یه حریف. زمانی که به من حمله میکنه حریفم، من بخوام برم عقب که ضربه حریف رو نخورم یا از تیررس ضرباتش خارج بشم، من چی گفتم به شما؟ گفتم پای عقب من، پای اول، پایی که نزدیکتر به دیوار، اول این گام برمیداره، پای بعدی کشیده میشه. حالا اگر این که بالعکس انجام بدم، حریف حمله میکنه، به جای پای راست به سمت عقب پای چپمو جمع کنم، چی شد؟ فاصله پای من کم شد دیگه. وقتی فاصله پای من کم بشه، تعادل من به هم میخوره. ببینید، حریف میاد یا حتی ممکنه پاهم نزدیک به هم بشه، حتی زمین بخورم. ولی اگر اون اصولی که گفتم، من ایستادم روی گارد، حریف حمله میکنه، این ببینید، حریف حمله میکنه، من اول گفتم پای راست، پای راستم میاد عقب، بعد پای چپو جمع میکنم به همون نسبت که تو حرکت سریع‌تر. ببینید، پس این حالت هم متوجه شدیم دلیلش چی هست؟ که ما بتونیم حین حرکت در چهار جهت اون فاصله بین پاهامون رو یا همون طول و عرض رو حفظ بکنیم. خب بلنشین. بله بلنشین، شما گارد بالا، روبرو دارید نگاه میکنید، مثل من همجهت من بیستید. میخواییم حرکت کنیم به سمت جلو، میشمارم با هم دیگه انجام میدیم. به سمت جلو، یک، دو، سه. به سمت عقب میریم، پای راست میذاریم عقب، یک، دو، سه. دوباره میریم به سمت جلو، یک، دو، سه. به سمت عقب، یک، دو، سه. عرضه حرکت میکنیم، به سمت راست میریم، پای اول به سمت دیوار، یک، دو، سه. دوباره مخالف، یک، دو، سه. پاهاتون رو چک کنید، یادتون باشه اگر میخواین درست یاد بگیرین، اگر دنبال میکنید ویدیوهای منو، مجبورید چک بکنید، مجبورید پاهاتون رو نگاه بکنید. میخواییم برین جلو، هر گامی که برمیدارین نگاه کنید، بگید طول و عرض پای من درسته، این حالت پاهم پشت هم قرار نگرفته باشه، تعادل من به هم بخوره. باید اینها رو در نظر بگیرید. بله میفهمم سخته. چرا؟ چون خیلی پیش اومده از دوستان شاگردان که میومدم پیش من، جلسات اول میگفتن خیلی سخته. خب سخته، بله. چرا؟ چون هماهنگی عصب و عضله بهش میگن. شما وقتی که میخوایی همزمان حرکت کنی به سمت جلو و باید بهش فکر کنین که این تکنیک یا این حرکت کردن رو صحیح انجام بدین، سخته، اذیت میشه آدم. ولی این همیشگی نیست، باید تمرین بکنید، باید تکرار بکنید تا به نتیجه برسید. وقتی چند جلسه کار بکنید، یک ماه کار بکنید، میشه ملکه ذهن. اون موقع دیگه نمیخوای بهش فکر کنی، اون موقع دیگه این نیست که پاهاتو نگاه بکنی. چرا؟ چون باید دیدت به حریفت باشه، دیدت به کیسه باشه که داره حرکت میکنه، که شما جا به جا بشی، تکنیک کار بکنی، ضربه بزنی. ببینید، پس این طبیعیه. اگر میخواین درست و اصولی یاد بگیرید، اینا رو انجام بده، باید دقت کنید. همیشه من گفتم به تمام کسایی که پیش من میومدن، اول باید دقت بکنید که من چی میگم، درست یادش بگیرید، اگر سوال بود بپرسید، حرکت رو یاد بگیرید و بعد تکرار، تکرار صحیح. یک بار دیگه
این چهار جهت رو حرکت میکنید. من دقیقا روبروی شما میستم، با یک شماره میام به سمت جلو، با یک شماره به سمت عقب، با یک شماره به سمت راست و به سمت چپ. با هم انجام بدیم. باز هم گارد بالا، میام جلو، یک، دو، سه، چهار، مجددا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. باید تکرار کنید، فراموش نکنید. تکرار واقعا معجزه میکنه. تکرار درست، تکرار صحیح معجزه میکنه. یه مرحله دیگه پیش میریم و حرکت ها، البته حرکت در چهار جهت، اینا رو به ذهن بسپارید. پس حالت گارد، حالت دست ها، حالت پاها و حرکت در چهار جهت. اینجا سعی کنید این تقریبا سه تا تمرین رو انجام بدید و توضیح هم که دادم، گفتم دوستانی که راست گارد هستن، دست راستشون پس عقب هست، دست قدرتشون پای راست و دست راست عقب هست. دوستانی که چپ دست هستن، دست چپشون و پای چپشون عقب هست. پس چپ دست ها دقیقاً دقت کنن چیزهایی که من میگم، تمام تمریناتی که من به شما میگم، تکنیک هایی که میگم، دقیقاً عکس اون چیزی که من دارم توضیح میدم شما انجام بدین. اگر میگم پای چپتون جلو باشه، چپ دست ها پای راستشون رو جلو بذارن و دست چپشون عقب. دقت بکنید. بریم یه مرحله فراتر، تکنیک پا. کیک بوکسینگ، کیک یعنی ضربه زدن با پا. حالا با هر قسمت از پا که من بخوام ضربه بزنم، اسم اون ناحیه، اسم اون قسمت به اضافه کیک. زانو به انگلیسی میشه نی. نی کیک. یعنی با زانوتون ضربه میخواییم بزنید به حریف. حالا نی کیک چه مواقعی به حریف زده میشه؟ اصولا زمانی هست که حریف خم بشه، که حالا سر حریف یا شانه‌های حریف رو میگیرن، این ضربه رو حالا یا به دیافراگم حریف یا به صورت حریف زده میشه. منتها اینم براتون بگم که دوستانی که بعد قهرمانی کار میکنن، حتی حریفی که حالا یه مقدار حالت ایستاده تره و گارد داره، میتونن تکنیک های پرشی یا همون جامپینگ رو انجام بدن. این بنا به اون تبخور اون فایتر یا اون قهرمان هست. ما فعلا داریم تکنیک پایه را کار میکنیم، نیکی که از رو به رو را. و هدف ما الان چیه؟ این تکنیک را میخواییم برای دیافراگم حریف بزنیم. پس دقت بکنید. یک، این ساق پا روی پاتون در راستای ساق پا، این نباشه، پا روی پا در راستای ساق پا باشه و ساق پاتون رو هر چقدر میتونید به رانتون نزدیک کنید. این نباشه، پا باز نباشه. دلیلش چیه؟ فکر کنید حریف من خم شده، من میخوام ضربه رو بزنم به دیافراگمش. خب وقتی پای من این حالت میشه، اگر باز باشه، ببینید این حالت باشه، مطمئنا خطا میخوره. پس دلیلش اینه که هر چقدر میتونید جمع‌تر بگیرید که نفوذ ضربه زانوتون بیشتر بشه. من روی گارد میستم، الان زانو میزنیم، با من انجام بدین لطفا. گارد بالا، این ضربه نیکی. خب من این حالت انجام دادم، این حالت رو به هر کسی بگی میتونه انجام بده. حالا این اصول رو رعایت بکنید. منتها چیزی که من میخوام که از کور کمک بگیرید. خدمتتون عرض کردم، محور میانی بدن، عضلات کمر، از لگن و کمرتون کمک میگیرید. بالا تنه میاد به سمت عقب و این تکنیکی که من زدم به سمت جلو. ببینید قشنگ حالتی که فکر کنید یه هواپیما داره از روی باند بلند میشه، یه هواپیما داره تیک آف میکنه. پس شما زانوتون رو این نیست که فقط بیارید بالا، تو زاویه 45 به سمت جلو میکشید که نفوذش بیشتر بشه. با من انجام بدین. گاردتون بالا، به آرومی لطفا. یک، دو، سه،
4. این هم مثل همون حرکت در 4 جهت. تکنیک پایی که میزنید پاتون اینجوری نباشه، پشت هم نره، توی خط نباشه، طول و عرض پا رو حفظ کنید، پاتون رو باید چک بکنید. پای چپ، من پای راست هم میذارم جلو. این همش برای یادگیریه. این نکته هم باز بگم که یه موقع هست من الان میگم پای چپتون عقب باشه، یه موقع هست نه، کسی که کار کردم از همینجا با پای جلو ضربه میزنم، که اون مال جلسات آینده است که توضیحاتش رو بهتون خواهم داد بنا به اون تمریناتی که انجام میدیم. خب پای چپ، پای راست من جلو، با من انجام بدین. پای چپ عقبه، گارد بالا، 1 2 3 4. یه نکته دیگه، من زمانی که دارم تکنیک نیکیکو میزنم، پای ستون من الان با پای راست میزنم، پای چپ من پای ستونه، صاف صاف نگهش ندارید، یه مقدار یه چرخش به سمت پاشنه میاد به سمت داخل، که این چرخش باعث میشه که زاویه ضربتون و زاویه چرخش لگن و کمر کامل تر بشه و تکنیکتون هم زیباتر و هم نفوذ بیشتری داشته باشه. دقت کنید، این ممکنه اول کار اذیتتون کنه، برای یادگیریش، برای اوایل کار خواستیم بزنیم این پا را یه مقدار پاشنه رو بدین رو به داخل که پای چپ حدوداً زاویه 45 درجه قرار بگیره، بعد این ضربه رو بزنید. ببینید، نگه دارید، پاشنه رو به داخل، ضربه. اینه که کار کردین، یواش یواش آروم آروم سعی بکنید که هماهنگش بکنید. یعنی من روی گارد ایستادم، پای چپ من صاف هست، حالا همزمان که میخوام ضربه بزنم یه مقدار چرخشش رو بهش انجام دید، یعنی با هم دیگه باید مچش کنید. هماهنگیش خیلی مهم، با تمرین شدنیه. باور کنید که با همین ویدیوها و با همین تمرینات میتونید یاد بگیرید، خودتون را باور کنید. چرا؟ چون شدنیه. همیشه بهتون باشه تو اون دایره راحتی خودتون اگر بمونید، بگید من نمیتونم، این کار نمیشه، سخته، باشگاه نیست، فلان شرایط نیست، برای کسانی که البته میخوان برای سلامتیشون تمرین کنن و اینکه یه هنری یاد بگیرن، شدنیه. وقت بذارید تمرین بکنید لطفا. دوستان اگر سوالی، نظر، پیشنهاد، چیزی بود خواستید، میتونید از طریق آیدی اینستاگرام من با من در ارتباط باشید. آیدی اینستاگرام من به اسم همون محسن آهنی، در خدمتتون هستم. تمرین بکنید، پر انرژی باشید و قوی بشید. چرا؟ چون میتونید. این خواسته هر انسانیه. فقط کافیه که بلند شین با انرژی تمرین بکنید. شاد باشید.